السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دي جهاد مقاومت مشر محترم أستاد عبد الرب رسول سياف دي دوارو مجلسينو رئيسانو د پارلمان غړو وزیر صاحبانو مجاهدینو درنو میلمنو قدرمنو ژورنالیستانو د افغانستان د ولسمشری کاندید محترم استاد سیاف د کمپاین د پرانست په غونډه کې تاسو ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. دا چې په دې سړه هوا کې او په دې بیروبار کې د لارې په اوږدو کې راغلی، تاسو نه د زړه له کومې تشکر کوو. اوس به خپل پروګرام محترم ورور کلیم الله سیغانی ته وسپارو چې هغه پروګرام تاسو سره مخکې بوزي. کلیم الله سیغانی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هر آینه پروردگار می فرماید شما را که امانتها را به اهلیان بسپارید و می فرماید که براستی حکم کنید اگر حاکم شوید میان مردمان. حضار گرامی، جلالت ماب محترم رهبر پرافتخار جهاد و مقاومت ملت مسلمان افغانستان، رهبر محبوب ما و نامزد محبوب ملت بزرگ افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393، فضیلت ماب فرزانه و دانشمند فرهیخته عالم اسلام، نماد عزت و آزادی و سمبول وحدت ملی کشور، محترم شیخ الحدیث پروفسور عبدالرب رسول سیاف کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری، مجاهد نستو و فرمانده ارشد پروسه مقدس جهاد مردم افغانستان، امیر حوزه جنوب غرب محترم محمد اسماعیل خان نامزد معاونت اول مقام ریاست جمهوری، دانشمند دینشناس مجاهد فرزانه و سناتوری پیشین مشران جرگی شورای ملی افغانستان محترم مولوی صاحب عبدالوهاب عرفان نامزد معاونت دوم مقام ریاست جمهوری، محترم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی شورای ملی افغانستان، محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگی شورای ملی افغانستان، اعضای محترم مجلسین شورای ملی، محترم انجینر بشیر احمد رئیس عمومی ستاد انتخاباتی جلالت مآب استاد معظم و تیم توانای کارشان در این مسیر، علما و دانشمندان، سران و نمایندگان محترم احزاب، نهادهای سیاسی و تنظیمهای جهادی، مجاهدین قهرمان و مبارزان راستین این سرزمین علیه کمونیسم و تروریسم و مدافعان راستین صلح، اساتید محترم پوهنتون‌های کشور، متخصصین و اندیشمندان، محصلین، جوانان و فرهنگیان و حاضرین محترم تالار، عمز برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری فرد فرد شما را در این تالار به مناسبت تشریح برنامه ها و ختمش کاندیداتوری جلالت مآب استاد عبدالرب رسول سیاف خوش آمده درز می کنم و امیدوار هستم با مبارزات سالم و سازنده سیاسیتان بتانین در فضل و فاس جدید نظام سیاسی افغانستان تحولات بزرگ را ایجاد نمایید. بدین مناسبت محفل امروزی من را با تلاوت روح بخشی آیات چندی از کلام ملکوتی و کتاب خدا توسط محترم قاری صاحب رحمت الله قرباغی خطیب مسجد خیرالبشر آغاز میکنیم و از ایشان احترامانه میطلبیم تا جایگاه تشریف آورده و محفل امروزی ما را آغازگر شوند. محترم قاری صاحب رحمت الله قرباغی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رحمة دوستانو ټول ټاکنی یا انتخابات سرنوشت ټاکون کې شیبی دی داسې چې بچی یو ولس په انتخاباتو کې په ګډون سره په خپل رای سره خپل سرنوشت ټاکي په انتخاباتو کې ګډون یو دینی او ملی وجیبه ده مونږ ټول او د افغانستان ټول ولس چې د رای ورکولو وړ دی باید په انتخاباتو کې ګډون ولرو او خپل سرنوشت په خپل رای سره وټاکو رای یو قانونی حق ده مونږ ټول د خپل ولس هیواد او وجدان په وړاندې مسؤلیت لرو چې له دغې رایې څخه په سمه توګه او په ځای استفاده وکړو مسؤلیت لرو چې د کاندیدانو له منځه داسې څوک وټاکو او داسې چا ته رایه ورکړو چې اسلام وطن او خلکو ته د خدمت جوګه وي تر څو وکولی شي زموږ جنگ ځپلی هیواد د فقر، بیکاری، بیسواده او ناامنی څخه نجات ورکړي او اوس له محترم رور جهادي مشر محترم استاد سیاف نه په درنښت غواړو چې دلته تشریف راوړي او تاسو ته خپلې درنې خبرې واورو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. درنو حاضرینو، ستړي مشي، خدای مراوله په دې وریها کې مو چې تکلیف وستلای ته د ځایه پورې راغلي یاستئ. پاک رب دې ستاسو د راتګ د حسناتو په جمع کې درته وشمیري. زه پوهیږم چې یو اسلامي جهادي او ملی احساس دی خواته راخوځولي یاست. دا احساس دی پاک رب زمنګ په ولس کې تل ژوندی او روښانه لري. دوستانی گرامی، عظمت اسلامی افغانستان، عظمت جهادی افغانستان و عظمت تاریخی افغانستان بسیار بزرگتر و بالاتر و والاتر از ایست که مواری آدم هم چانس از ای را پیدا کنه که برای تمثیل از او و برای ریاست از او خود را کاندید کنه. من شاهزاده هم نیستم که دعوای میراث را کرده باشم و خانزاده هم نیستم که در ناز و نعمت کلان شده باشم. من یک فرزند یتیمی از این کشور بوده. در 6 سالگی پدرم از دنیا رفته و من یتیم ماندم. مکتب ابتدایه را اکثرش پایلوچ به مکتب رفته ما آمده و بسیار واقع شده که به خاطر ازی که پاهایم گلپر می بود، قلم نمی داشتم یا کتابچه، از صنفم مرا کشیدن بسیار. وقتی که به کابل به دوری متوسطا آمدم، اکثرا روزای پنجشنبه از امی کابل تا پغمان پیاده می رفت. در آغوش فقر و بیچارگی کلان شده، محرومیت ها، بیچارگی، درماندگی ها، مشکلات مردم خود را می فهمم. شما باور بکنین که من خود را شایسته کاندید شدن به این کار نمیدانست و مثلی که پیشتر براتان گفتم، عظمت و هیبت و جلال از این ملت مجاهد و مسلمان بسیار بالاتر از این بود که من واری آدم ها در این میدان خود را پیش کنم. خب بازم دیدم که این مرحله، مرحله تفوق جویی نه، مرحله ریاست طلبی نه، بلکه مرحله ایثار است، مرحله قربانی است، مرحله فداکاری است. کشور ما، ملت ما با چالش های بسیار خطرناک روبروی است و از یک مرحله به مرحله دیگه در حال گذار است. دیگه مناسب ندانستم که
از این قربانی و از این ایثار و از این فداکاری عقب نشینی کن. ما آمدم خود را کاندید کرد، کاندید برای ریاست نه، بلکه کاندید برای خدمت از این ملت مجاهد. کاندید اگر خواست خدا باشه، خواست خدا باشه، برای گره کشایی از امو اهداف و آرمان هایی که به خاطر از او این ملت 2 میلیون شهید داده و تا حالا در مغزها و در دلهایشان کورگیری خورده و مجال برای باز شدنش پیدا نشد. مخیل دی چه زخبلا آقا مهم تکی دراتلون که پروگرام تاسو توران دکم، چه که پاک رب غوختی و چه منگ ستاسو دی خدمت دپارا مت بد وهو او دا چانس منگ تمی اثر شه، نو منگ با کم کم کارون پا خپل پروگرام که لرو آقا با تاسو توران دکم پا خوال دی چه دوران دکم ام دای زایده چه حق کسان چه دیدی وطن دی آزادی پلار که شهیدان شوی دی اغوی روح تا دعا وکن. او آقا کسان چه وسم جواندی دی شلکلن اتلسکلن و چه دی جهاد سنگر تا کشو او چه بیر تا راو وطل پاندارو که زانو نولی دل چه سپینگیری شوی دی، نه قوارا که داسه غوالا موجود دا و داسه رنا موجود دا پا مادی او ظاهری لحاظ چه خلق کارو تجذب کی او نه بیچارگان شهادت نامه و سندون لری او وسم سپیری شونده شکیدلی کالی او اکثریت ایلو چه پکه واسم پخپل و کل و باندو که گرزی اغوی طول و تل دغزا سلام کوا. دی اغوی مجاهدت تا سلام کوام، دی اغوی قربانی تا سلام کوام، دی اغوی ایثار و فداکاری تا سلام کوام، او دی اغوی صبر و مقاومت تا سلام کوم. چه وطن آزاد که تکلیبون وگالل محرومیتون وگالل او اوسم پدیر صبر او حوصله مندی سرا ناس دی حتی دی خپل دی حق دی غختن پخاطر دی ملک جنجال جو نجوڑی او دی ملک کم تکلیف ندر آوالار کلائی. زبیا هم دی اغوی ایمان عقیده متانت شهامت او ثبات تا سلام کو. پاک رب دی اغوی تا پا دنیا کم دا زمینه مساعده که چه دا خپل اهداف او مقاصد جواندی پسترگ پا عملی توگه و گوری او پا آخرت که دیم خدای طول تا جنت ور پا برخه کی او خدای دی شهدا و انبیاء و صدیقین و صالحین و صراحه شد. برادرها و خواهرای عزیز بخاطر زیقی وقت میرم راسن سر پروگرامی که ما در نظر داریم برای کشور عزیز خود در آینده او را شروع میکنم. دوستای عزیز، مهمترین مشکلی که کشور ما امروز با او روبروست
هم فقیر با او روبروست، هم غنی با او روبروست، هم شاه و هم گدا با او روبروست. او مشکل نبود امنیت است. ابراهیم علیه السلام وقتی که همسر عزیز خود را با پسر ارجمند خود هاجر و اسماعیل را در وادی مکه جا بجا کرد، دعا کرد و پیشگاه خداوند دعا کرد. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. گفت ای پروردگارا، ای شهر را شهر امن بساز و مرا و اولادی مرا از شرک نگاه کن. از شرک نگاه شدن معنایش بر توحید ثابت بودن. امنیت آنقدر قیمت و ارزش داشته که ابراهیم علیه السلام درخواست از خداوند سر توحید او را پیش یاد کرد. اینقدر قیمت داشته که اول برای شهر مکه از خدا امن خواست و پشت سرش گفت که مرا و فرزندای ما از شرک نگاه کو. ای دلالت به اهمیت امنیت برای تمام کارهای زندگی میکنه. به این معنا که اگر ما امن نداشته باشیم حتی عبادت کردن نمیتونیم. و ایره مثال هایش در افغانستان بالکل روشن دیده میتونیم. چقدر ریش سفیدای ما و شما، علمای ما و شما در راه مسجد شهید شد، در راه رفتن به خانه خدا شهید شد، در داخل خانه خدا شهید شدند. در حالی که نماز جماعت 27 درجه سر نماز تنها گذار فضیلت داره، از این فضیلت اکثر مردم با خدا و خدا ترس ما و شما از این نمی فضیلت محروم است. علت اساسیش نبود امن است. امن بستر برای تمام کارهایی است که در کشور باید انجام داده شود. اگر امن نباشه سرک جور میکنی سبا بیرانش میکنی، اگر امن نباشه پلچک جور میکنی سبا میپراننش، اگر امن نباشه مکتب جور میکنی سبا میسوزاننش. او روز در وزارت خارجه مجلس بود، نمایندای جامعه جهانی اشتراک کرده بودند. در او جمع پیشنهاد کردم، گفتم اگر کسی که ما کمک میکنه خیر ما را میخواه بین که ملک را امن بسازیم. اگر ملک را امن نسازیم هر کاری که میکنین مصرفی از او سر ما دو چند و سه چند بشه. مکتب را باید از سر جور کنیم، شفاخانه را باید از سر جور کنیم و سرک را باید از سر جور کنیم. امیال سرک کابل قندهار به اعمار مجدد و یک ساختن مجدد ضرورت داره، در حالی که چند سال محدود سر جور شدنش تیر نشده. به این حساب دوستا، در قدم اول کاری که ما در نظر داریم که برای کشور خود بکنیم آوردن امن است. مردم پرسان خواهد کرد که چی قسم شما امن را میاری. ما مختصر دو کلمه را یاد میکنم، تفصیلش چون موضوع امنیتی است نمیتونم که در اینجا لچ کنم. تفصیلش باز بخیر اگر چانس خدمت بر ما میسر شد باز عملا پیش روی ملت خود خواهد گذاشت. منتها آل عمق میگم که آوردن امنیت پروگرام روشن، تصمیم قاطع و تطبیق قانون را میخواهد. اگر ما بخواهیم که امنیت را بیاریم با یک پروگرام روشن و واضح، با تصمیم قاطع و با تطبیق قانون ضرورت داریم.
اینمی سه چیز زامن و کفیل است برای ازی که انشاءالله انشاءالله اگر چانس خدمت بر ما میسر شد در خلال سه چهار ماه ملت ما در مشکل امنیت یک تغییر قابل ملاحظه را خواهد دید انشاءالله. دویم خبر از من پا پروگرام که درنو حاضرینو دی قانون دی حاکمیت خبر ده، دی قانون دی حاکمیت خبر ده که قانون تطبیق نشی، قانون خپلا بی تطبیق روح نلاری. ستوری و تکی و کلمات دی پی کتابو کلی کل شوی قانون آل تجوند او روح او حیات پیدا کوی چه تطبیق شی او دی جامعه او دی بشریت جوند پا قانون که پروت ده. الله جلت عظمته دا خپل دین قرآن دا وحی شرالی گلی دای پنامه دی روح مسما کلی ده، پنامه دی روح زکی پنامه دی روح مسما کلی ده چه تطبیق دی قرآن جامعه تا روح ور بکی جوند ور بکی. و کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، خپل خدای پاک ویلی چه دغسی رقم ما تاسی تا دی خپل دی امر نه روح در لگلای جوند می در لگلای ده چیر تا چه قرآن حاکم نوی آل تا روح نشد. او آغا چوک چه دیغه پا ذریعه الله جلت عظمتو دا وحی خپل را لگلی آغا این پنامه دی روح یاد کرائی دا نزل به روح الامینو دا وحی هم آغا چاراولی چه آغا هم خپل پنامه دی روح مثلا ما شوی او امین دا هر شی پا امانت را رسولی که چیر تا قانون تطبیق نشی دل تا جون نشتا دا مادی ژوند چې موږ ورته ژوند وایو دا ماده په خطر کې ده، اصلا ژوند وجود نه لري. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چیرته سفر ته خدای پامانی یې کوله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو توصیو کې ورته وویلې اذا نزلت ببلد لیس فیه سلطان فرحل منه، که چیرته داسې کوم ښار کې پیش و ورکوش و چه آلت سلطان نو منظور دی سلطان نه نظام ده دلتا قانون ده وصول ده حاکمیت ده فرحل منه زرت نووزا دائم پکی ندی ویلی چه که اسلامی نظام نو مطلق نظام خود دلائی ده زکه مسلمان اسلامی و غیر اسلامی ملکو تا سفر که ولا جتلایش اذا نزلت ببلدن کل چه کوش و یو خار تا یو زای تا لیس فیه سلطان چه آلتا نظام نشته حاکمیت نشته امر ورته کړی فرحل منه زرت نه کډه وکه دلته امر د پاره دی وجوب ده ځکه چې قرینه صارفه نشته چې دی وجوب نه استحباب ته بوزي فرحل منه زرت نه کډه وکه. یعنی په بې نظام جامعه کې مسلمان اجازه د ژوند نه لري، نو ځکه په دې باندې ترکیز ده چې بعد قانون حاکم شی از منگتاش قانون دی قرآن ناخیستل شوید. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنین خصیما. الله جل عظمته فرمایی چی ما تا کتاب پا حق در لگل ایده لتحکم بین الناس بالحق بغه ترتیب لتحكم بين الناس بما اراك الله ترسو حکم وکي دي خلق په منځ کې په غه طریقه چې خدای در کووله ولا تكن للخائنين خصيما دي خائنانو لا طلب نه کې قانون خائنانو غدي چې دي قانون نه غاړه غړي دي حکم نه غاړه غړي دي دین نه غاړه غړي څوک چې دي قانون نه غاړه غړي هغه په حکم دي قران سره خائن ده. نو حاکمیت دی قانون جامعه تجوند ور بکی
د موږ دویم قدم به انشاءالله باد له تأمین د امنیت نه د قانون حاکمیت وي که خدای غوښتی و. قدم سوم انشاءالله مبارزه در برابر فساد و مفسدین است. فساد شکل مرض را داره، مرض هم مرض ساری، مرض هم مرض کشنده و اگر دیر مانده شوه به دانه سرطانی بدل میشه و علاج مرض اول به تشخیص ضرورت داره، باز در قدم دوم به علاج ضرورت داره. ما مرض ملک خود را از کدام درک که فساد آمده سم تشخیص کردیم. دی چند سال که ششتیم سلبین خوب میفهمیم که فساد در کجاست، مفسد در کجاست و فساد از کجا نشأت میکنه. ما در این مورد انشاءالله که هیچ نوع نرمش را نشان نخواد دادیم، به خاطر ایزی که نرمش فروگذاشت در مورد فساد جور جفا در برابر عدل و در برابر ملت و جامعه است. و به نظر ما فساد دو منبع اساسی داره. یک، سپردن کار به غیر اهلش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چون کار به غیر اهلش سپرده شد منتظر قیامت باش. یکی خو قیامت کبراست که او به وقت خود رسیدنی است و در آخر الامر اما ترام خواد بود پیش از قیام قیامت که کارا به غیر اهل سپرده می باشه. یکی قیامت های صغراست که یک ملت تباه میشه، یک جامعه تباه میشه، یک کشور تباه میشه اگر کار به غیر اهل سپرده شد منتظری از موگ پادم باشه. و نااهل بودن دو شاخه داره. امی که ما میگیم فلانی اهل نیست، یکی از امی دو عنصر ده او کم بود است. اهل بودن دو عنصر داره، اگر یکیش کم بود شد نا اهل میشه. یک، کفایت و مهارت دمو کاری که گماشته میشه، یک بخشش است. بخش دومش تقوا و خدا ترسی و اخلاص در عمل است. اهلیت به نمی دو بال پرواز میکنه، هر بالش که بشکنه سقوط میکنه. اگر کسی مهارت کاری داشت، اخلاص نداشت، از خدا نمیترسید، نااهل است. اگر کسی بالکل شب تا صبح در عبادت زندداری بکنه و اهل کار نباشه، مهارت کاری نداشته باشه، ده او کار که گماشته میشه نااهل است و هم به قیامت می انجامه. مثل کمیال یک باسکل سازه، بسیار آدم متقی، شما ببرین در کابین تیاری هلیکوپتر بشانین، او تیاره اوتومات به سقوط رو بروست، به خاطر از اینکه آدم اهل نیست، مهارت نداره. ای بخش و مصدر دوم فساد نبودن کنترل، نبودن محاسبه و نبودن محاکمه است. نبودن رسم مجازات و مکافات است. اگر این رسم زنده شود، کنترل دقیق شود، کنترل درست شود، محاسبه شود و در نتیجه محاکمه صورت بگیره و برای آدم با خدا و تقوادار مکافات داده شود، برای آدم خائن و فاسد مجازات داده شوه، جلوی فساد دستی گرفته میشه.
اگر خواست خدا بود، با وجودی که ما بسیار گناهکار هستیم، بیچاره هستیم، عاجز هستیم، اگر خواست خدا بود، نیت ما همیست که ان شاء الله این سنت عمری را زنده خواهد کردیم که از هر کارمند پرسان کنیم که من این لک هازا، ای را از کجا کدی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ که می دید که تغییر در زندگی والیاش آمده، تغییر در زندگی والیاش آمده، پرسانش میکد من این لکه هادا، ایر از کجا کدی؟ و امی پرسان عزیز به ملتش جرأت داده بود که ملتش از خودش پرسان میکد که عمر ایر از کجا کردی؟ یک روز مال غنیمت توزیع شد، یک قسمت تکه برای حضرت عمر رضی الله عنه رسید. او از او تکه برش کالا جور شده نمیتانست، بچهش امی سهم خود برای ازی داد، گفت میمانا برد میه، سفیرا برد میه، ازی یک جور کالا جور کو. دیگر روز که به نماز جمعه رفت، سر منبر خیست، صدا کرد، گفت که اسمعوا و اطیعوا، بشنوین و اطاعت کنین. یک آدم صدا کرد گفت نمیشنوم نه اطاعت میکن. گفت که چرا؟ از مستر منبر سری صدا کرد، گفت از امی تکه خوب برای کلگی توضیح کدی، برای تو هم مقر رسید که به ما رسیده بودی، کرتر از کجا کدی که امروز پوشیدی؟ جواب ما بگو که باز من هم بشنوم اطاعت کنم. به بچه خود صدا کرد گفت که عبدالله بخیز جواب ازی را بگو. عبدالله خیست قصه را برش کرد. او آدم شیش در جای خود گفت که الان اسمع و اطیعو، عالم بشنوم هم اطاعت هم میکنم. اگر این سنت زنده شود در جامعه ما، انشالله کس که از ترس طرف فساد روی هم نمیاره. امو بر جمع کردن زکات پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی روان کده بود، پس که آمد گفت که اینی غیر از زکاتی که آورد، گفت اینی چیزا به ما دادن، اینی را به خودت هدیه کردن. برش بسیار لچ گفت، چون معلم بود میخواست نهادی نشوه امی فکر در مردم، گفت ده خانه مادرت که شیشته بودی، چرا ای را برت رایی نمیکد که تکان بخوره؟ که تو خود خانیت هم ششته بودی، یه چیز برای چرا روان نمیکدن که ایرال برای دادن؟ اگر ما مبارزه را بر ضد فساد شروع کردیم، ما به این یقین دارم که خدا از ما حمایت میکنه، به خاطر ازی که قول خداست که والله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب المفسدين، خداوند نه فساد را دوست داره نه مفسدین را دوست داره. خداوند کتی ما کمک کنه که سوتر پشت فساد و مفسدین ورداریم و اصلاحشون کنیم. دوستای عزیز، وقتی که ما تانستیم فساد را گم کنیم، یک لانه مهم فساد هم کشت و قاچاق مواد مخدر و تولید و تورید مواد مسکر است که در نتیجه ازی بالاخره
فساد اخلاقی و فحشا هم در جامعه سرایت میکنه. انشاءالله که ما در برابر مواد مخدر، مواد مسکر و فحشا و فساد اخلاقی برای زنده نگه داشتن جامعه خود، برای زنده نگه داشتن آبرو و عظمت کشور خود مبارزه به امان خواد کردیم انشاءالله. از سید جمال الدین افغانی رحمت الله علیه می فرماید ای گپ خدا در جهان عرب زده بود، اوجا گفته بود که لا امت بغیر عقیده ولا عقیدت بغیر اخلاق. گفته بود که ملت ها بدون عقیده وجود نداره و عقیده بدون اخلاق وجود خارجی نداره. ای با هم ارتباط داره. ان شاء الله در این رابطه مبارزه پیگیر و دوامدار خود خواست کردیم. اگر خدا خواسته بود از این مراحل تیر شدیم، مرحله از این میرسه که باز سری از این فکر کنیم که بیاین از لحاظ رشد مادی چطور میتونیم که ملک خدا با پا استاد کنیم. دوستا با وجودی که از افغانستان بسیار ایگپ تیت شده و فاش شده که افغانستان یک کشور فقیر است، باور به خدا بکنین که ما فقیر نیست، در منطقه غنیترین کشور است. نه غنای معنوی ما را در این منطقه کسی داره، نه غنای مادی ما را در این منطقه کسی داره. غنیترین کشور هست. غنای معنوی ما را کل دنیا می فهمه. امی کل دنیا را از شر سرطان سرخ کی نجات داد؟ انمی ملت نجات داد. در برابر تروریسم بتنایی پیش ازی که دنیا خبر شوه کی استادگی کرده؟ انمی ملت استادگی کرده. زنجیرهای استعمار سیاه و سرخ را برای اولین بار کی شکستاند و راه را برای ملت‌های اسیر که در پای آزادی خود بتپند کی باز کرد؟ اینمی ملت آزاد کرد و اینمی ملت باز کرد. غنای معنوی ما را کسی دیگه نداره. در مورد غنای مادی ما بگویم اتان دوستا، ثروتی که در کشور ما وجود داره کشورهای همسایه ما نداره، کشورهای منطقه نداره. امی آب ما را که بزرگترین منبع انرژی و حیات برای زمین ما و سرزمین ماست، کدام کشور دیگه داره؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، این قول خداوند است که ما از آب هر چیز زنده ساختیم. اگر ما بتانیم امی آبهای خود مهار کنیم، به قدر ضرورت از او استفاده بکنیم، در او بندها بسازیم، از برقش استفاده بکنیم، به عوض از این که برق از بیرون وارد کنیم، دو برابر از این را به بیرون صادر خواد کردیم، دو چندی از این را، چهار چندی از این را به بیرون صادر خواد کردیم. امیال در افغانستان زمین هایی که کشت میشه 7.8 میلیون هکتار زمین است. 7.8 میلیون هکتار زمین است و زمین باقی مانده که صلاحیت کشت را داره، قابلیت کشت را داره، از این کرده زیادتر است 8 میلیون هکتار زمین است. ما امو زمین ما که قابل کشت است کمتر از نصف شتاله تانستیم که بکاریم. اگر ما توانایی از این را پیدا کنیم و برای ازی جدی کار کنیم، آب خود مهار کنیم، در پالوی ازی که بندها، انهار و دیگر چیزها است، انشاءالله که ما یک وقت گندم هم صادر خواد کردیم، انشاءالله که محصولات دیگه زراعتی خودم صادر خواد کردیم. ای در پروگرام ما است. از
معادن مطالع استفاده نشده، بدبختانه سروی شده، ممکن سرویش هم تکمیل نشده باشه، خود تا حد سروی شده. ما از هیچ معدن خود 100% استفاده قانونی و فنی نتانستیم کرده. امیالی از معادن ما غیر قانونی و غیر فنی استفاده میشه، بیرون برده میشه. اگر با ما خداوند توفیق داد انشاءالله که از این معادن چی مس است، چی آهن است و چی احجار کریمه است، چی نفت است یا گاز است، انشاءالله انشاءالله تصمیم قاطع داریم که از این ثروت های در زمین نهفته کشور خود استفاده فنی و علمی و قانونی خواهد کردیم. و هرگاه ما با این کامیاب شویم، نیروی بشری کافی داریم، انشاءالله باز دو وقت اردوی خودم خود ما اکمال خواهد کردیم، پلیس ما خودم خود ما اکمال خواهد کردیم، امنیت خودم خود ما اکمال خواهد کردیم و معارف خودم خود ما انکشاف خواهد دادیم و خدمات صحی خود را، تمام موارد دیگه زندگی خود را انکشاف خواهد دادیم و افغانستان به پا استاد خواهد شد. آل دست ما یک دست ما نی، هر دو دست احتیاج ما دراز است. خداوند به لطف کرم خودی دستای ما را پس جمع کنه و ما را از احتیاج دیگران مستغنی بسازه. و اگر از ثروت های طبیعی ملک ما استفاده درست و دقیق صورت بگیره، انشاءالله که ما از احتیاج خلاص میشه. گپ از نیروی امنیتی زدم دوستا، ای را به خاطر عزیز نمیگم که کس فکر نکنه که ما منتظر عزیزتم که ای دوستای ما برای ما رای بده. ای گپ پیش از یام مزده، باورتان باشه که اینمی نیروهای امنیتی ما و شما پاسبانان عزت و حیثیت و شرف و وقار و عظمت عظمی ملک است. خداوند برشان توفیق بیشتر بده. شاد باش به اینمی مردمی که با وجودی که میبینن که کاروان شهدایشان به صورت لاینقطع همه روزه روان است، بازم در سنگر مردانوار استاد است. و ما یقین دارم که این نورای امنیتی ما و شما یک سرمایه بزرگ برای ازی ملک و یک مایه برای نیروهای امنیتی 20 چند نیرومند از امروز که در آینده خواهد بود انشاءالله. ما برایشان بازم شاد باش میگم، برایشان همت بیشتر، توفیق بیشتر از خداوند میخوایم. خدا روزی را برسانه که در مورد نیروهای امنیتی ما یک نگرانی هم رفع شود. اون نگرانی است که ذهن کل ما را مشغول ساخته که اگر کمک ها قطع شود ما را چطور نگاه کنیم. این نگرانی در ذهن فرد ملت ما است. خداوند ما را به پا استاد کنه که اینمی نگرانی هم امروز بالکل رفع شده باشه. خداوند زود ما را به پا استاد کنه. پیش خداوند سخت نیست و ما ذلک علی الله بعزیز. دوستای گرامی، اگر خدا خواسته بود و ما به پا استاد شدیم، از ثروت های خود استفاده کردیم، در قدم اول به پروژه های زیربنایی توجه خواهد کردیم، پروژه هایی که برای ما مولد کار دیگه، مولد ثروت دیگه و تولید کننده طاقت بیشتر میشه. و ای هر حکومتی که میاد خواست معمیست، پیشنهاد معمیست. اگر ما آمدیم تصمیم خود ما همیست که به پروژه های زیربنایی توجه کنیم، کوشش کنیم که کشور خود خودکفا بسازیم و این خودکفایی ایجاب عزیزی میکنه که ما تولید کنندگان داخلی خود را تشویق کنیم، مساعدت کنیم، کمک کنیم امرایشان، نگذاریم که چیزی را که اینا میسازن او چیز از بیرون مردم بیاره، مردم هم سر خود قبول کنه همی زحمتا. انشاءالله که
سکتور خصوصی من فعال میشه، تولید کنندگان داخلی من فعال میشه و ما بازم سر سکتور خصوصی هم یک دپ دیگه دارم که سکتور خصوصی در رشد و در انکشاف مادی کشور رول عمده داره. مردم که خود را شخصا هم در ثروت شریک بده ببینن نشاطشان دو چند میشه، سه چند میشه، منتها به صورت لجام گسخته نه، بلکه تحت یک مراقبت و کنترل عادلانه و منصفانه قرار داشته باشه. ما طرفدار رشدی از او هستیم. دوستان، میایم در یک موضوعی که بسیار بین مردم مطرح است، موضوع حقوق بشر است. در قسمت حقوق بشر هم قبل برتان میگم، اگر ما حق بشر را نشناسیم در دنیا کسی دیگه شناخته نمید. اگر ما حق بشر را رعایت نکنیم کسی دیگه حق بشر را رعایت کرده نمیتون. تاریخ را بپالین، برای بار اول حق را دین تعریف کرده، برای بار اول حق را خداوند برای انسانها معرفی کرده. خود خداوند متصف به حق است، کتابش متصف به حق است، و بالحق انزلناه و بالحق نزل، هذا کتاب ينطق عليكم بالحق. این کتاب ماست، میگه به شما به حق نطق میکنه، رسولش بر حق است. خداوند میفرماید که تو را ما به حق به حیث ترساننده و مژددهنده روان کردیم. اگر ما حق را رعایت نکنیم کی حق را رعایت خواهد کرد؟ و حق بشر را غیر از خدا دیگه کس درستر فهمیده نمیتونه. بشر مخلوق خداست، خدا میفهمه که خواسته های فطری طبیعی انسانی یک فرد چی است. برای ما خداوند حق حیوانم تعریف کرده، نه تنها حق انسان ده، حق پرندگان دم برای ما تعریف کرده، گفته که اینیج تجاوز تر یه حقش از اینیج رعایتش هست. ما دینن خود را پابند بر رعایت حقوق بشر میدانیم. دوستان گرامی، حقی را که خدا برای بندگان خود داده، ما برای حق جهاد کردیم، برای حق مبارزه کردیم، برای حق زندگی میکنیم، و هر کس که دعوا کنه که از ما کرده بیشتر حق بشر را رعایت میکنه، از امیج من میگم که لاف و گزاف گفته و به اندازه ما انشاءالله که حق بشر رعایت نمیکنه. از این به یک بخش خصوصی تر میرم که حق زن مطرح است. خوب است یک تعداد از خواهرای ما میجه ششته، خدا برشان اجر بده که دیگه خونک آمدن زحمت کشیدن و ایجه برای گپای ما در پای گپای ما ششتن. در مورد حق زن مبازم امو گپای خدا تکرار میکنم که او ترتیبی که در آغوش اسلام، در آغوش معتقدات ما حق زن رعایت شده، در دیگه جای رعایت نشد. ما در این مورد هم معتقد هستیم
هم متعهد هستیم که حق خداداد زن را احیا میکنیم، از او حمایت میکنیم و از او حراست میکنیم. آیا برای زن امین مجده کفایت نمیکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که جنت در زیر پای مادران است؟ آیا امین فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفایت نمیکنه که فرموده که خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی؟ بهتر شما کسی است که با فامیل خود بهتر باشه و من نسبت به همتان با فامیل خود بهتر هستم؟ آیا امی کفایت نمیکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای صحابی که پرسان میکنه که چه کسی سزاوارتر به حسن معاشره و صحبت مسیح پیغمبر خدا؟ برش میگه که مادرت. باز میگه بعد از او. برش میگه که بعد از او مادرت. دفعه سوم میگه که بعد از او. باز برش میگه که مادرت. دفعه چهارم که پرسان میکنه باز میگه که پدرت. شما ببینین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر لطف، شفقت، کرم داشته سر طبقه زن. و طبقه زن یک بدنی قابل ذکر، قابل احترام، قابل قدر جامعه ماست. من این حق زن نمیگم، این جفا در حق زن میگم که عکس شده پشت خودی صابون میچسبانن باش که صابونش فروخته شوه. این جفاست در حق زن. این بی‌مروتیست در حق زن. یا عکسش میگیرن در چهار طرفی قطعی روغن میچسبانن باش که در بازار رواج پیدا کنه، در بازار مارکت پیدا کنه. این حق زن نیست. این جفا در حق زن است. سوء استفاده از نام زن است. ای رمه ادا و حفظ حق زن نمیگم، کرامت زن را پاسبانی کو، عزتش را پاسبانی کو، حیثیتش را پاسبانی کو، حقش را زنده بساز. ما به طور نمونه برتان میگم امیال حقی که خدا برای زن داده در جامعه ما تقریبا نیمی از او حق با مال است، طالب برشان داده نشد. اگر امی حق را ما جمع کنیم برای زنها، شما باور کنیم که در گوشه چادر و در دامنشان جای نخود سرریز خواهد شد. امی زن که امیال از میراث محروم کردن در اکثر جا ما میبینم، وقتی که تقسیم میکنن برای زن بیچاره حق نمیتن، در حالی که خدا برش حق را تعیین کرد. یک زن بیچاره را در دو سالگی به نکای یک مرد 50 ساله میتن. ظلم است، تجاوز است، خروج از حدود است که دین ما برای از او تعیین کرده. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه سری کبیره اجبار، سری بالغه اجبار نارواست، پس نمیتونه او را به زور به نکاح بده. دختر 2 ساله را برای یک مرد 40 ساله 50 ساله به نکاح میده. ما مکلفیت شرعی داریم که از دیجا این دختره که بیچاره را نجات بدیم. ما مکلفیت شرعی داریم که حق و میراثش را برش جدا کنیم. من میگم خواهر محترم درس بخوان، کار بکو، زحمت بکش، معلم شو، سیاست مدار شو، دکتر شو. خود دو چیز را ما اضافی برات در نظر دارم. این به نظر مرا واداری است. یک تعداد مردم از این سوء استفاده کردن، سوء تعبیر کردن، این را به نام مخالفت تید کردن که با زن مخالف است. رواداری است. ما بارها گفتیم که برای زن زمینه کار را مساعد می سازیم، زمینه تحصیل را مساعد می سازیم، زمینه استفاده از حقوق سیاسیش را مساعد می سازیم. لیکن یک مکلفیت دیگه هم داریم که محیط و فضای آبرومند هم باید برش مساعد بسازیم. محیط و فضایی که کرامتش، حیثیتش، وقار و شرفش در او حفظ شود.
این مکلفیت یک حکومت اسلامی است، مکلفیت یک دولت اسلامی است. این اعمال خرد و ریزه را خود چی میکنی که زنها در جهاد هم اشتراک کردن، زخمی ها را بیرون کشیدن، بلکه زنها بالاتر از این کار رو کرده میتونه. ما بسیار وقت گیرم نشه گپی ما، یعنی یک نمونه برتان از یک شاهکاری یک زن، از درایت یک زن، از هوشیاری یک زن برتان حکایت میکنم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اکثر دمی سفرها که میرفت یکی از زوجات مطهرات همراه خود میبود. در سال حدیبیه ام سلمه رضی الله تعالی عنها را همراه خود بود. قصه دراز است. اینا در حدیبیه پاهان شدن، حضرت عثمان در دولت نور روان کردن به مکه که با اهل مکه گپ بزنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یارانش برای عمره میاد، و نه تنها که اجازه ندادن بلکه حضرت عثمان صاحب هم نگاه کردن و خبر شهادتش هم پس رسید. خبر درست نبود لیکن رسید خبر شهادتش. هیئت اهل مکه آمد، شیش تن با پیغمبر صلی الله علیه وسلم سند امضا میکردن. امسال گفت نمیتونین که برین به طرف عمره، برین باز بسال بین دیگه. دمون سند نوشته میکردن که از یک طرف محمد رسول خدا، مشرکین گفت رسول خط بزن. ایج صحابه به غیظ آمدن که چطور رسول خط بزن؟ گفتن که ما اگه به رسالتش مؤمن می بودیم مجد به کشمکش ما چی بود؟ برخ رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که خط بزن، خط زد. وضع اصحاب بسیار توفانی شد. حضرت عمر رضی الله عنه به این خیمه رفت، برای ابوبکر صدیق صاحب گفت که همین وحی اش از خود میکنه این پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکاره، وجد گرفته بودش. رفت پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت این کاری که میکنی وحی است یا ایره از خود کردی؟ بیخی خود خواهم کردن هم میتونست. بس فهمید که این وحی است، رفت پس در جایش خود چیشت. حکم نیست در اتر موارد که اگر کسی با عمره حج روان با شطره مانی پیدا شده، امو جمع قربانی خودم زبه میکنه، سرای خودم تراش میکنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد پیش روی اصحاب، صداقت گفت بخیزین امیج سرایتان را بتراشد. یگانه حادثه تلخی که دیگه در حیات بعثت و نبوت باز رخ نداده امی حادثه بود، یک نفر هم امرش قبول نکرد. سبحان الله، پیغمبر برای کسایی که سر شیمان داره امر میکنه که بخیزین سرایتان را بتراشد، کس نمیتراشد. اولین و آخرین حادثه است در تاریخ بعثت و نبوت. دریج بسیار وزش گرفته میشه، میره به داخل امو خیمه هر جایی که است. ام سلمه رضی الله عنها به اوجه ششته گفته چرا وزش گرفته است؟ گفت اینه طور حالت شد، اصحاب از امرم سرکشی کده. این مبارکه برش یک مشوره داد که از یک موقف بسیار خطیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها را نجات داد. گفت برو به بینشان بشی، برشان امر نکو، به تراشیدن سر خود شروع بکن. رفت به بینشان شیشت سر عزیزی که به تراشیدن گرفتن، کلی اصحاب دیگه خیز سرای خود تریش. مشوره یک زن با فکر و با هوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اصحاب را از این طور موقف نجات میده. خواهرای عزیز مطمئن باشه، زنها که در خانه ها صدای ما را میشنوه مطمئن باشه، ما نه تنها که از حقتان دفاع میکنیم بلکه از عزت، کرامت، حیثیت و وقار و شرفتان هم دفاع میکنیم. یک حیات یک وقت آمده بود از اروپا به ارتباط حق زن، در پای زیاد شنیده بودن، مرا گفتن
مخالف زن هستی چیستی؟ آخر برشان گفتم که او حیات محترم مرا سنگ نزاییده مزاده یک زن هستم، برای ما چطور شما ایده پا میزنید که تو حق زنده تلف میکنی؟ مزاده یک زن هستم، ما یک یتیم بچه هستیم که در آغوش یک زن کلان شده، پدر من زن بوده، مادر من زن بوده، برشان گفتم که هم پدرم زن بوده هم مادرم زن بوده، ما چطور در برابر زن خدا نخواسته قرار میگیرم؟ گپ دومی که در مورد زن ما داشتم او بود که زن کار کنه، زحمت بکشه، حق سیاسی خود استفاده کنه، کاری که مخالف سرشتش باشه، کاری که مخالف خواسته های طبیعتش باشه سرش تحمیلش نکنه. همی چند روز پیشم یک چند نفر از زنای بیرون کشور بود، کتی من همی گپ مطرح کردم، گفتن خودت گفتی که با فوق طاقت زن سرش کار را تحمیل نکنه. ما برشان گفتم امیال شما برای خود خوش دارین که مثل چین واره یک و نیم کیلومتر دو کیلومتر در گهواره ها شما را در زیر زمین پایان کنیم و برین از اوج زغال بکشین و سالانه خدا نخواسته 50% تان زیر خاک شوین. امیر برای خود گفتم مناسب میدن، امیر با سرشت خود مناسب میدانیم، امیر با نعومت و لطافت وجود و خلقت زن مناسب میدانیم. خاموش شد، گفتیم ما دل سوزی داریم، ما مخالفت نداریم و ما در حمایت از حق زن هستیم، ما مادر داریم، همسر داریم، دختر داریم، خواهر داریم، ما بیگانه نیستیم، از صنف سنگها و جمادات نیستیم، از امی صنف انسان است. به هر صورت تیر میشیم به موضوع دیگه، نه مسئله جوانا قلب پرتپش جامعه ماست. ما یقین دارم که در بخشهای سپورت درخشش خوب دارن و رو به درخشیدن خوبتر و بیشتر هستن، انشاءالله زمینه های دیگر هم برشان مساعد خواهد ساخت. در پهلوی ازی ما می خواهیم که جوان ما در پهلوی ازی که جسمن نیرومند باشه و بادی بلدرهای ما بازوهای خود نیرومند بسازه، ما می خواهیم که جوان ما معنن هم نیرومند باشه و جوان ما جوان هدفمند باشه. برای جوان خود کار پیدا کنیم، برای جوان خود راه را رسم بکنیم که راه کدام طرف است، راه طرف سعادت دنیا و آخرت است یا راه طرف زیر پل سوخته است که او جگنگس و گول هیروین باشی او بیا ببرد که سرت خبرم نشد. من غورو چه دیخ پل زوانان و دو پار کار پیدا کنیم، بیکاری مرض ده، والو چه صاحب ده مقصد چی، صاحب ده هدف چی، پزوانان و بانده جامعه خوزیگی ننده منگو تاسه ده جامعه ده شپیتو پینزو شپیتو ترمنز پسلو ترمنز خلق زوانان دی که من ده دوی نسم کاروان اخلو سم توجیه نکو سم لارته برابر نکو مسئولیت ده خواه و رسول پران ده من پغاره ده زوانان ده مطمئن یوسی کمن سپینگیری همیو دی خپل دینیت او عزم لدرکا دی تاسو پساف که داری گو منگم در سر اومانای پده که شک نشتا پو پوهن و معارف که دیر کار شوائده دیر زحمت وستر شوائده دی من میلیونا بچیان وست پا میلیونو بچانم زی مکتبو تا
دا چا چې کار کړی خدای دې اجر ورکړي. مکتبونه جوړ شوي دي، مدرسې جوړې شوي دي، پوهنتونونه دي، خصوصي او دولتي پوهنتونونه دي، ډېر کار پکې شوی، خو ډېر نور کار ته هم ضرورت لرو. د وسایلو له نگاه، د ظرفیتونو له نگاه نه موږ مشکل سره مخ یو. پاک خدای دې موږ ته توفیق راکړي، او دا امنیت هم ده چې د فرد فرد دپاره زمینه دي تعلیم و تحصیل مساعده شي، او غیر سوادی له دې خاورې نه او له دې ملک نه داسې ورک شي لکه د مرګ وتو سره چې تیارې له ملک ورکې کېږي. خدای دې په همدې شکل ورکې کړي. د صحت په رابطه ډېر کار شوی ده، کور دې ودانې چې چا کار کړی، خو نور کار ته هم ضرورت لري. د موږ د صحت د مجال خلق د تشویق وړ دي، باید نور هم تشویق کړو. بیچارهګان کار کوي، هلې ځلې کوي، که یو تعداد زموږ او تاسې خلک چې توانایي لري تر بیرونه د تداوی دپاره ځي، دا نیم په سلو کې خلک هم نه دي، بلکې د نه نوي نیم په سلو کې خلکو معالجه، معاینات، خدمات د همدې طبي پرسونل په غاړه ده چې په داخل د ملک کې دي. دوی باید تشویق شي، دوی ته وسایل باید برابر شي، امکانات برابر شي. له خدای مې غوښتي دي، نیت هم داسې ده چې د موږ د زړه د عملیات دپاره هم څوک بیرون لاړ نه شي، د سرطان د علاج دپاره هم څوک بیرون لاړ نه شي، او موږ دلته ورته امکانات برابر کړو چې خپل وطنوال هم دلته معالجه شي. د معارف پیسه کې مې یو ټکی له یاده وته و، دا د دینی مدارسو کیفیت. که څه هم هره ولسوالۍ کې یوه مدرسه جوړه شوې ده، کار پکې شوی، خو موږ باید د دې مدارسو کیفیت هغې سطحې ته پورته کړو چې په یوازې د دې چې د موږ طالبان بیرون ځي درس ته، د نور ځای طالبان دلته راشي درس وایي. په یوازې د دې چې د موږ طالب ځي بیرون، په یوازې د درس نورې قیصې ورته خلک زده کوي. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل طالب دلته ورزو، عقل، ذهن، فهم، دانش د دې ملک د تاریخ د مسیر سره سم جوړ کړو. دوستانو، دوستای گرامی، معلولین کشور ما، معلولین کشور ما که علائم عزت و آبرومندی و شرف آشکار در وجودشان ظاهر است، کسی دست نداره، کسی پای نداره، کسی چشم نداره، اینا طبقه قابل اکرام هستند، طبقه قابل ترحم هستند، طبقه قابل عزیزتن که رسیدگی از حالشان شود. بدا به حال ما که ما سیر باشیم و یک معلول پابوریده ما شور گشنه تیر کنیم. بدا به حال ما که ما سیر باشیم و یک معلول دست بریده ما به دست دیگه خود گدایی میکنیم. ای برای جامعه هم شرم است، برای نظام هم شرم است، برای کل ما شرم است. انشاءالله که در این مورد ما هم جهاد و جهود خود را در این مورد ادامه خواهد دادیم. نهادهای مدنی ما در مورد خود و در بخش خود، اینا هم قوتهای در حالت تپش جامعه است، برای از اینا باید زمینه کار و فعالیت بیشتر مساعد شود، استقامتهای خوب کاری برشان باید معرفی شود، تشویق شوند، ترغیب شوند، در مجالات مختلف برشان سهم داده شود تا احساس بسیار قوی بکنند که در تمام کارها جامعه مدنی ما شریک است، جامعه مدنی ما دست داره، فعال است، کار میکنه. و ما و شما، کل ما به طبع مدنی هستیم، انسان مخلوق مدنی طبع است،
به زندگی مدنی باید توجه خاص بکنیم و انشاءالله ما در این مورد متعهد هستیم. من در مورد یک گپی بسیار مهم و اساسی که به نظر ما بسیار مهم است و بسیار اساسی است، او مسئله وحدت ملی ماست. اگر تمام این چیزها را داشته باشیم، تمام ثروت های خود را هم بکشیم، اگر وحدت ملی وجود نداشته باشه، همش باد هوا است. جامعه مدینه منوره که گوش بگیرین برادران، گوش بگیرین، در نخستین نطفه و اساس جامعه اسلامی که در مدینه منوره تشکل یافته، در اوج میبینیم که محمد عربی صلی الله علیه و سلم، بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی یک جا با هم برادروار میشن. محمد عربی است، سلمان فارسی است، لکن محمد عربی صلی الله علیه و سلم صدا میکنه که سلمان و منا آل البیت، سلمان عضو فامیل ماست. ایچی را میرسانه، تمام مسلمان ها با هم برادر هستن، تمام مسلمان ها بنده های خدا هستن. رمز و راز زندگی ما و شما در محبت و برادری است. انشاءالله اگر برای ما چانس مساعد شد، شمال را با جنوب، شرق را با غرب، پشتون را با ازبک، تاجک را با ترکمن، هزاره را با بلوچ، تمامش با هم دیگر پیوند اخوت و برادری خواد دادیم. اگر نام بعضی اقوام یادم رفته باشه، برادرای نورستانی و برادرای عرب و دیگه، همش منظورم بوده خداوند روزی را برسانه که علمی ملت مثل جسد واحد در تمام مجالات زندگی ارزی اندام بکنه. نه این برادرها بسیار کم مانده، خدا کنه بی‌حوصله نشده باشه. انشاءالله خسته خو نیستین. خب میایم در مسئله صلح و جنگ. دوستا، ما موقف تون در برابر کسایی داریم که اطفال ما را میکشن، کسایی که زنای ما را میکشن، کسایی که مساجد ما را منفجر میسازن، بلکل موقف تون داریم و به خاطر خدا موقف تون داریم. اما این معنی ازیر نداره که ما مخالف صلح هستیم. باور به خدا بکنیم که از همه کس کرده صلح را زیاد دوست داره، به خاطر صلح تلاش هم میکنیم، به خاطر صلح تلاش هم میکنیم. صلح امر خداست، خدا او را خیر گفته، خداوند برای ما و شما زمینه صلح را مساعد بسازه. کسی که مخالف صلح باشه، و سری ایمان خود تجدید نظر بکنه، سری دین خود تجدید نظر بکنه. سخت عاشق صلح هستی. خداوند راه‌های اصلی صلح را برای ما و شما نشان بده. یک شاعر عربی میگه که
ترجو النجات ولا تسلك مسلكها ان السفینه لا تجری علی الیبس. میگه نجات را میخوایی و رای نجات را گم کدی، کشتی ده خشکه نمیچله، کشتی ده دریا میچله. خدا برای ما رای صلح را نشان بده، عمل به مردم خود نشان خواهد داد. اما در برابر توته های ترخون گدایگر ما که در نتیجه انفجار در شاخ درخت توزان است، در برابر توته های خون و جان اطفال ما که در راه مکتب انفجار صورت گرفته، در کلکین مکتب گوشت شوزان است، در برابر ازی سکوت جفا است، در برابر ازی نرمش من میگم که راه انصاف نیست، راه عدالت نیست. ما در برابر دشمنان وطن خود، در برابر قاتلین ملت خود قاطع هستیم و قاطع خواهد بودیم. اما در برابر صلح، در مورد صلح انشاءالله از هر کس کرده پیشتاز خواهد بوده و امیدوار هستیم که امو صلحی که خدا و رسول به او خوش میشه، امو صلح را ما آورده بتانیم. ما از امیجا از پشت اینمی مایک سر تمام مخالفین مسلح دولت که هموطنهای ما هستن و که هموطنهای ما نیست، ما ای صدای مسری از ما نمیکن. خدا برای ما توفیق بده که و که هموطنهای ما نیست و ایجا میکنه اولاد ما را میکشه، انفجارات میکنه که واره انشاءالله بزور بازوی این ملت مجاهد اونا را جلوشانه بگیریم. اما کسایی که هموطنهای ماستن و در مخالفت قرار دارن سری از وا باز یک صدا میکنم که عجیب یک فضای همزیستی در اینجا مساعد شده. ملت کلش ملت مجاهد است، کلش ملت مسلمان است. یگان شکست و ریزی که در داخل خود داره زیر از این خیمه کلان از این ملت کلگی جای شده، حالی با هم زندگی میکنه، کدورت ها دور شده، حق دور شده، کید دور شده. بین دبین برادرای خود زندگی کنین، بین دبین هموطنهای خود زندگی کنین، به خاطر خدا سر خود، سر ملت خود، سر وطن خود دل بسوزانین. این صدای دلسوزی از طرف ماست، صدای ترس نیست، صدای جبن و ترس نیست. در مورد دفاع از هموطن خود، در مورد دفاع از اطفال وطن خود، در مورد دفاع از زنها و مردای وطن خود، امو قسم که مردانوار استاد بودیم، بعد از یام با صدای بلند استاد خواد بودیم انشاءالله. دوستان عزیز، گاهی وقت سر شکل نظام، شکل حکومتی چیزا بحثی های میان، ما حالی سر چگونگی نظام ها گپ نمیزنم. فدرالیش خوب است، مرکزیش خوب است، صدارتی خوب است، ریاستی خوب است، پارلمانی خوب است، هر نظام از خود مزایای را داره. ما سری از او ولی ایجا گپ نمیزنم. من میگم بیاین این بحث را ماتل کنیم تا حدی را به تعویق بندازیم، به اینکه کار کنیم که صاحب یک نظام قوی مرکزی شویم، یک نظام مضبوط مرکزی را بسازیم که تنه درخت از شاخه های شکد قوی تر شوه، نیرومندتر شوه، خود تنه مضبوط شوه، جان بگیره، صاحب یک نظام مرکزی قوی شویم
بعد از اون باز میریم سری از اون چیزها بحث میکنیم، هر کدامش که به حال افغانستان مفید بود ما او رو رد نمیکنیم، ما مصالح و منافع ملک خدا میخواییم. گپ آخر دارم دوستا، گپ آخر دارم، ای درس است، ای را بشنویم. من معلم هستم، از هر فرصت میخواهم که یک استفاده کنم. من این نظام سیاسی اسلام را در یک عبادت از عبادتهای اسلامی برتانمی جا شرح میکنم، امیدوار هستم که کلگی بگیره که نظام سیاسی اصلح و انسب بر انسانیت کدام است. ما شما کل ما به او بلد استیم یا تو متوجه نیستیم. امیالی اگر کل مردم دنیا پرسان کنی کمی نظام بهتر و خوبتر و ایدیالی کدام است و چی شرایط داره برای حساب خواد کرد، ببینین دموکرات ها ممی صداره میکنن، دیگه مردم هم آزادی خواهر کس میگن که ما اونمون نظام خوش داریم که کلانش از طرف مردمش انتخاب شد. اما تراسی ها نیست، کلانش از طرف مردمش انتخاب شد. دو، از تمام مردم دنیا پرسان کنین که کلام چی قسم آدم باشه، بر جانمه که در این ملت به زعم مردم اصلحش باشه، خوبترش باشه. سه، میگه که از این کلام چی میخوایی، میگه که قانون را علی سویه تطبیق کنه، علی سویه تطبیق کنه، تفاوت و امتیاز در بین نباشه. دیگه چی میخوایی؟ میگه که حق انتقاد سالم داشته باشه. این چیزیاش که در دموکراسی هم به مینام چی ارجای مردم بزن، میگه درست، حق انتقاد سالم داشته باشه. اگر رئیس همی کارا را کرد قمندهش هم نپذیرین، بلکل میپذیرین. خب گذشته از این، اگر کدام جای خطا کرد سرش صدا میکنیم که خطا کردی، بلکل یه هم قبول کرد. اگر در خطای خود دوام داد رفت قائمش میگیرین که بیایی خطای تصحیح کو، به صحوت اعتراف کو و خطای تصحیح کو. او میگه بلکل میکنه. خو امتر یک جامعه نمونوی و ایدیالیست، میگه آن رئیسش بدل مردم انتخاب شوه، رئیسش خوبتر مردم خود باشه، قانون را سر تمامگی علی سویه تطبیق کنه، از انتقاد سالم قار نشه بشنوه، اگر سهو کد به سهو خود اعتراف کنه، و اگر دوام داد جبیره کنه. امی خوب مناسب ترین نظام امیز در دنیا، فرد فرد بشریت را که پرسان کنی خواد گفت که امی نظام را میخواه. اندمی نماز جماعت ما و شما یک کورس تطبیقی امی نظام است. به چی ترتیب؟ نمیار قریه شما میبینین امام را مردم قریه میشینن انتخاب میکن، خودش نمیه، حق نداره که برای ابو گمه امام تانست، کوشش میکنن که خوبترین خود انتخاب کن. فقط تفصیل داده که اوراع و اعلم و ادقا و اقرا و اقوا چیزاشو گفته. باز که استاد میشن مردم میگه صفتان را برابر کنین، کجیش راست میکنن. اگر دیجا مزدورش در پقات در بغل بادارش جای باشه، بادارش حق نداره که تو مزدور استی پشت سر استاد شد، در پولیش استاد میشه، پیردار پاچه در پولیش استاد میشه. امام بدل مردم آمد، کلگی را در یک صف استاد کرد، خوبترین خود را انتخاب کردن. اینال هر قمنده که صادر میکنه یا عملی میکنه، او که الله اکبر میگه بر رکوع میره، کس حق داره که قائم ببانه؟ او که پس از رکوع میخیزه سمی الله علیمان حمیده میگه، کس حق داره که بگوه که نمیخیزم و مجبان؟ اگر سهوه کرد نماز جهری بود خفیه خان، نماز خفیه بود جهری بود خان، از پشت سر سرش صدا میکنه. اگر وقت ششتن بود خیز سرش صدا میکنه، نمیماننش که متوجه شد سجده سهو میکنه. اگر سجده سهو نکرد، نماز خراب شده بود، میگه از سر بر ما نماز بخواد.
اینمی نماز جماعت را شما هم ترادی میدانین، خدا چی ضرورت داره که ما را میگه روزی پنج دفعه برین دماجت نماز بخوانین؟ اینمی یک کورس است برای یک نظام سیاسی در دنیا، و با می خاطر است که علما امی امامت مسجد را امامت صغرا گفتن و امامت امت را امامت عظما و امامت کبرا گفتن. هو به هو یک مدل و یک نماد و یک نمونه از نظام سیاسی در روی زمین است که روز پنج بار ما او را عملی میکنیم، لیکن به عمق مطلب متوجه نمیشه و مردم باز میگن که اسلام به سیاست چی؟ مردم با میگن که اسلام از سیاست جداست، سیاست و تطبیق از او روح دین است. تعیین امیر از جمله امو مسائل عمده سیاست است، حکم چلاندن از جمله امو مجالات عمده سیاست است. ایره کس نگوید که خطرناک است، برای دینش خطرناک است، برای ایمان و عقیدهش خطرناک است. اینمی نظام را که ما و شما مطابق دین روز پنج بار عملی میکنیم، خدا همطور نظام را به سطح امت نصیب ما کنه که امام به دل مردم باشه، خوبترین مردم باشه، قانون را مساوی عملی کنه، انتقاد سالم را بشنوه، اگر غلط کرد بس سهو خود اعتراف کنه، و اگر نشد کلی چیزا سر بگردانه. حضرت عمر صاحب که امر نوشته میکرد، در مهرش نوشته نبود که امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، این چیز نوشته نبود، در مهرش نوشته بود کفا بالموت واعظا یا عمر، معنایش موت یا مرگ بهترین و کافی ترین واعظ است برای تو ای عمر. وقتی که مهر می لگان که ایره می خوام، می فهمید که مرگ آمده نیست، پس فرمان خدا از سر می خوام که باش کدام جا اشتباه نشده باشد، امر خدا از سر می دید که اشتباه نشده باشد، چرا که اوجه نوشته بود کفا بالموت و عزن یا عمر. خداوند برای ما و شما اینمطور امامت و زعامت و ریاست را نصیب کنه که از مرگ بترسه، از خدا بترسه، و خداوند نصیب امامتر زعامت بکنه که او در راه خدا روان باشه، خداوند نصیب امامتر زعامت بکنه که از خدا بترسه، و از اتر زعامت خدا نگاه ما کنه که ترس از خدا و رحم به مخلوقش نداشته باشه. و در این مورد بجاست که از ترتیب کنندگان مجلس، از مطبوعات که در این زحمت کشیدن، از نیروهای امنیتی که تکلیف کشیدن از دیروز تا این وقت با ما همکاری کردن، اظهار سپاس میکنم، از شما هم اظهار سپاس میکنم، و از کسایی که در خانه هایشان نشستن صدای ما را میشنوند و کار خدا ولا کردن، از وام اظهار سپاس میکنم. من میخواهم که سلام امیر صاحب اسماعیل خانم براتون برسانم، از برادر مجاهد خدا، از برادر همیشه در سنگر خدا. دیروز امراش صحبت کردم که در این مجلس بیایه، سخت علاقه من بود که خدا برسانم، متاسفانه که پروازها نبود، آمادنش نشد، بازم ما وسیله میشم، سلام میشه براتون، خدا نگاهش کنه، خدا زنده داشته باشیش، یک ذخیره برای ما و شما و برای مردم ما و شماست. برادری بسیار گران قدرم مولوی صاحب عبدالوهاب عرفان امیج ششتا، انشاءالله ای هم یک خوش آمدید و یک
اظهار سپاس و امتنان از شما خواهد کرد و کدام گپی اگر هم از پیش ما بانده باشه برتان خواهد گفت. ما باز یک بار دیگر از تمامتان خصوصا از برادر بسیار گرامی و عزیز ابراهیمی صاحب رئیس مجلس نمایندگان، از برادر بسیار گرامی مسلم نیاز صاحب رئیس مجلس سنا، از تمام وکیل صاحبا، کارمندای دولت، برادرای مجاهد، قماندانا، معلولین جهاد، همشیرهای عزیز، مطبوعات، تمام دوستایی که در اینجا هستند، محصلین، متعلمین، مولای صاحبای گران قدر و محترم که پیش ما بسیار عزیز هستند و سایر جوانها، از تمامشان اظهار سپاس میکنم. اگر کدام گروپ یادم رفته باشه از وام اظهار سپاس و امتنان میکنم. خداوند دردای ما شما را دوا کنه، خداوند حاجتای ما شما را روا کنه، خداوند آرمانهای ما شما را به دنیا و آخرت بسر برسانه، خداوند گناهای ما شما را ببخشه و خداوند گناهای ما شما را مانع اجابت دعایش نگردانه بر ما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين مطبوعاتيس پیشورین جبی که از یادم رفته بود بریم گفت خدا کنه که دوستا مرا نگیره در این مورد. آزادی بیان، ما با آزادی بیان متعهد هستیم، معتقد هستیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمای که الساکت عن الحق شیطان اخر است، کسی که حق را گفته نمیتونه شیطان گنگ است. و در مورد بیان حق پیش زماندار جائر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که پیش زماندار دیکتاتور حق را بیان کنه جهاد بزرگ را انجام داده. ما با آزادی بیان متعهد هستیم، معتقد هستیم. یک شرط داریم که آزادی بیان در چوکات ارزش‌های اسلامی و انسانی به کار خود و به نشاط خود دوام بده و امی حدود آزادی را طوری رعایت کنه که آزادی دیگران در او زیر پا نشه. بازم آزادی بیان در راه حق، در حمایت از حق، در بیان دردها و رنجها و مصائب ملت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا هیواد غرو اورغو ته می سلام، دا بیدی خاور ننگیالو ته می سلام. با اظهار سپاس امتنان و شکران از فضیلت ناب پروفیسور عبدالرب رسول سیاف، رهبر محبوب ما، رهبر جهاد و مقاومت، رهبر تنظیم دعوت اسلامی و کاندیدای ریاست جمهوری سال 1393 هجری شمسی، بنابرای تقاضای همکارای ما در بخش تلویزیون ها و خبرنگارای عزیز ما، یک بار دیگه هم از جناب استاد عزیز ما پروفیسور عبدالرب رسول سیاف، رهبر محبوب ما، تقاضا میکنیم تا بیاین. خبرنگارای عزیز ما سوالات دارن که میخواین مطرح بکنن و جناب استاد پاسخ دادن و خواهش میکنیم که سوالات محدود باشه که وقت بسیار ضیق است. ای مجاهد، ای پیام آور فردای ظفرمندی ما، ای بشارتگر عشق، ای کلامت همه از مهر و عطوفت سرشار، ای پیامت همه آینه بیگرد و غبار، ای سراپا همه آزادگی و عز و شرف، ای ذهین مرد خداجوی زمان، ای سراغاز قیام، ای تمامیت تسخیر شگوفایی خلق، ای شگفتن در تو، ای رهایی با تو. دوستا عزیز، اگر در جایتان بشینین خوش میشم.
فقط در خلال 10 الی 12 دقیقه مجلس ختم بشه او سلمندی تان میخوایم در خلال 10 الی 12 دقیقه. سپاسگزار هستم استاد شکیلا ابراهیم خیل هستم از تلویزیون طلوع. بله. در گام نخست سوال ما در مورد سیاست خارجی شما است، میشه به گونه کوتاه اشاره بکنین که روابطتان با پاکستان، با کشور همسایه خصوصا پاکستان که همیشه از طرف سیاستگرای افغانستان عامل تمام بدبختی های افغانستان شناخته شده چی است، و دوم میک روابطتان با غرب چگونه خواهد بود در صورت پیروزی؟ مسئله داغ روز پیمان امنیتی کابل و واشنگتن است، آیا در صورت پیروزی او را امضا خواهد کردین و یا خیر؟ و دیگه ای که برنامه های شما چه تفاوت داره با دیگه نامزدها؟ سپاسگزار. تشکر از خبرنگار تلویزیون طلوع. خوب است امی سوال ازی جوابی که برش میتم تکمیل کننده امو سخنهای قبلی ما است. یک موضوع مهم از یادم رفته بود که مسئله روابط خارجی ما با در آینده چطور خواهد بود. امروز دوستان میفهمین که دنیا حیثیت یک فامیل را برای خود گرفته و در این فامیل نه کشورهای قوی نه کشورهای ضعیف به تنهایی زندگی کردن نمیتونه، همه به همکاری و نزدیک بودن به یک دیگر ضرورت داره. افغانستان نسبت به هر ملک دیگر ضرورت بیشتر داره که با دنیا روابط خوب داشته باشه، روابط نیک داشته باشه، روابط حسنه داشته باشه. بلخواسته با کشورهای اسلامی خود، با کشورهای همسایه خود روابط نیک خواهان هستیم، با کشورهای دیگه دنیا، با کشورهایی که دیگه حضور دارن یا ندارن، با تمامش خواهان روابط نیک سازنده و ارزنده هستیم. منتها در مورد پاکستان میخوایم یک گپ روشن بزنم، خوب گوش بگیرین، خدا کنه که درست انتقال بتینی را. شما باور کنین که ملت پاکستان یک ملت با عزت است. ما از ملتش هیچ نوع گله نداریم. خدا شاهد است که طرفدار از این استیم که یک خار هم در پای ملت پاکستان بخزه. طرفدار از این استیم که پاکستان و ایران شوه. طرفدار از این استیم که پاکستان توته و پارچه شوه. دیار هجرت ما بود، خانه دوم ما بود، طرفدار سعادت، آرامش، آسایش ملت دوست و برادر خود پاکستان هستیم. اما امام حب با دقت بشنوین، اما با تأسف که کسایی که پاکستان را حکم روایی میکنن امی احساس ما را سم خوانده نمیتون، امی احساس ما را سم درک کرده نمیتونن که ما در برابر ملت پاکستان چی میخواییم. امی را نمیفهمن که ای برادر در برابر از او برادر چی نوع احساس و عاطفه داره. ما برای آسایش از اونا دعا میکنیم و اوجا برای نابودی ما دعا میشه. ما برای آرامش از وا در تلاش هستیم و برای ویرانی ما در تلاش هست. من میگم ای کاش احساس ما را در برابرشان درک کنم. ای گپ امروز منیست با امی دیپلومات ها که هر وقت ششتیم شکایت کردیم، گفتیم که توطئه از اونوجا و از اونوجا میاد، گروپ ویرانگر از اونوجا میاد، تخریبکار از اونوجا میاد، از خدا بترسن این کار نکنن، و در پالوش ای گپ زدیم که ما به این عقیده هستیم که اگر افغانستان با امن و نیرومند به خیر پاکستان است. یک پاکستان با امن و نیرومند به خیر ما است، به شرطی که احساس برادری ما را با هم پیوند بتن، به شرطی که برادر در به حق برادر جفا نکنه، برادر پای خود در روی برادر دیگه نمانه. ما هیچ نوع دشمنی
با ملت پاکستان نداریم. خدا نظامش هدایت بده، خدا برای از اونا توفیق بده که عاطفه و احساس ما را در برابرشان درک کنن. و بالاخره ما ایرا بارها گفتیم، کسی که در صدد نابودی ماست از نابودی خود بترسه، کسی که در صدد توته کردن ماست از توته شدن خود بترسه. به خاطر ازی که چاکن در چاست، ما بار دیگر تکرار میکنم که ما خواهان روابط دوستانه نه، خواهان روابط برادرانه هستیم. ما اگر اونا یک قدم پیش بانند، ما دو قدم پیش میمانیم طرفشان، به شرطی که مسئله برادری و اخوت و مسلمانی به شکل درستش در بین باشد. آمدیم دوستا، ما در یک حالت بسیار ضعیف هستیم، در حالت نگران کننده هستیم، به ارتباطات محکم با کشورهای خارجی ضرورت داریم، با دنیا ضرورت داریم. خدا ما را به این مرحله برسانه که ماشی عسکر خود ما بدی، خدا ما را به این مرحله برسانه که خود ما فوج خود را، امنیت خود را، پلیس خود را تجهیز و تسلیح کرده بتانیم. خدا ما را به مرحله خودکفایی برسانه، خدا ما را به اون مرحله برسانه. هیچ کس احتیاج خوش نداره، هیچ کس نمیخواه که پل را که در او آبروش میرسه امی دست خود پل بسازه و دراز کنه به طرف دیگه. خدا ما را به اون مرحله برسانه. اما ما حالی محتاج هستیم، بیچاره هستیم، از هر طرف توطئه ها ما را محاصره کرده، نیاز داریم که باید با تمام دنیا روابط نزدیک داشته باشیم، روابط عمیق داشته باشه. در مورد پیمان امنیتی از ما پرسان کردین، جوابگوی شما فیصله نمی تالار است. دی تالار لوی جرگه خواسته شده بود، تالار فیصله خود را داده به نمایندگی از ملت، به نمایندگی از ملت مشوره خودم داده. ایج جای عزیز است که افراد ملت حالی جدا جدا بخیز از خود نظر بده. ملت فیصله خود را کرده، ما در برابر فیصله ملت قرار نمیگیریم، افرادی از این ملت هستیم، از فیصله های ملت خود حمایت میکنیم. بفرمایید. سوال بعدی از تلویزیون شمشاد است، لطف بفرمایید. ډیر زیات مننه کوم. حمید مایرم د شمشاد تلویزیون څخه. استاد تاسو د سولې برخه ته هم اشاره وکړه، خوده مو ونه ویلې چې له مخالفو کسانو یا طالبانو سره به ستاسو د سولې خبر په څه ډول وي، څه ډول به پیلوي شرایط بچوي. دویمه پوښتنه مې دا ده چې ډیری نماندان د ټاکنو تر اوسه پورې پیل شوي نه دي، له وړاندې ورخطا دي چې په اندېښنه کې دي چې درغلۍ به کېږي، بهرنۍ مداخلې به وي او د امنیت مسله ده. ستاسو لوی تشویش په دې برخه کې څه ده؟ مننه. من د سولې طرفدار یو، سوله دینی واجب بولو، ملی وظیفه یې بولو. خو په سوله کې یو شی شرط ده ورونو، راځئ چې روش او برالای درته ووایم. په سوله کې باید طرفین د نزاع څرګند ډول باندې تعریف شي. یو خوا موږ یو، بل خوا هم څوک دي. باید په دې باندې په ډاګه وغږیږو چې د موږ مقابل لوری څوک ده، او کله چې مقابل لوری میدان ته شي چې زه مقابل لوری دی، بیا به ورته ووایو چې جنګ دی په څه شي دراباندې. کله چې اطراف د نزاع و چت معلوم شو څرګند، او کله چې موضوع د نزاع معلومه شوه، هلته سړی کولای شي چې بیا په صلحه کې قوي او اوچت ګامونه واخلي. په تیارو کې او په مجهوله فضا کې ستړي کوونکي تلاشونه به وي. خدای دې موږ سمې سولې ته ورسوي. آخرین سوال. تلویزیون جرمن پلیس است، به انګلیسی سوال میکنن. Stad Saib, my name is Subel Vandari. I'm with the German news agency. My question is, in the Western media, there has been a lot of criticism about your past. How do you react to your detractors? Do you think it will affect your campaign? And the second question is, will you hold talks with the Taliban? How do you think this conflict present should end? Thank you very much. Thank you.
I have already replied your questions when I was speaking about the question which was raised by my other friend. The infighting which happened in Afghanistan, all these were planned against us before the victory of Afghanistan by 2 years. These wars were imposed on us. We didn't plan for that infighting. Unfortunately, there are some wrong reports which had been prepared against us. I do hope that the world community realized the facts and the actual reports which can show our actual face to the world. Unfortunately, they didn't write their reports neutrally, and there is a best and big need for a commission which can do research about these things neutrally and as a third part. And about the speaking with Taliban, I do hope that Taliban can know our feeling toward them. We don't want them to be killed, and also we don't want our people to be killed by them. We have kindness on both sides, but unfortunately, we were not able to convey our feeling to them. Otherwise, we are working for the peace. We are working for the bringing security to our country and to restore stability for our country. I do hope again to reach to that point which can be joint point between both sides to solve our problems. But beside that, I'm hard and I'm standing in the hard position against those who are killing our people, our children, burning our schools, burning our hospitals, and operating the very bad actions against our country. Thank you. Sir, excuse me. Sir, how is your campaign going? Do you know who your biggest competitor is in this presidential race? And do you plan to hold such big events outside Kabul, as we see security is bad outside Kabul? So do you plan to hold such big gatherings in the provinces too? Inshallah, I will go to our people. I will meet them in their provinces. I will face them as they are a small brother. I want to be in the service of them. I do hope to go to all 34 provinces of Afghanistan and do my campaign without saying any bad thing against any of the other candidates. I will introduce only my program, not more than that. Wassalamu alaikum. یک سوال بسیار کوتاه. پنج دقیقه دوستان، پنج دقیقه اجازه بدین جناب مولوی صاحب، من دو سه کلمه امیجه برتان میگم. سلام خدمت استاد عبدالرب سیاف، میتونین یک سوال جواب بدین؟ تا مولوی صاحب سید احمدالله سجادی میباشم. موضوع اشتغال کاریابی جوانان در افغانستان کم رنگ بوده، شما چطور میتونید این زمینه را فراهم بسازید؟ روی جوانان گرشن، شما گفتین جوان به عنوان یک تپیش قلب جوان در جامعه است، شما این طور زمینه را چطور میتونید فراهم بسازین؟ تشکر استاد. اگر ما توانستیم که از ثروت‌های طبیعی خود استفاده کنیم، نیروهای بشری کافی که ما به او اشاره کردم، اینمی نیروی جوان ماست. انشالله که از ششتن در یک تعدادش در بغل دریا،
یک تعدادش در پارک ها، یک تعداد عظیمش در خانه های خود بیکار ازی خلاص خواد شدن و امیدوار هستم که کاری آبرومند و اشتغال آبرومند برشان پیدا کده بتانیم. و سلام علیکم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بإجازة جناب أستاد عالي قدر عالم شهير جهان إسلام وأمة بزرگ إسلامي رؤساء مجلسين شورای ملی، علمای فرهیخته، اعضای محترم شورای ملی، مجاهدین، فرماندهان با عزت و خواهران، برادران، جوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فکر میکنم بعد از صحبت‌های بسیار مبسوط، همه جانبه، روشن و سلیس جناب استاد عالی قدر هیچ جای برای صحبت باقی نمانده. فقط ما میخواهیم که به اینمی چیز اشاره بکنم که آیه مبارکهی که به خدمتان تلاوت کردم: رأی دادن، رفتن به پای صندوق، انتخاب کردن زعیم و رهبری مملکت، در حقیقت شهادت دادن به اهلیت، شخصیت، توانمندی و استعداد او شخص است. بناهن با در نظر داشتی مواصفی که بر یک امیر، بر یک زعیم یک کشور اسلامی از طرف شریعت اسلامی یا ایست که در چوکات شریعت اسلامی به او اشاره شده، من فکر میکنم تماما مواصفی که در مورد یک زعیم یک مملکت است به طور فوق‌العاده و ویژه در شخصیت توانمند و مستعد جناب استاد عالی وجود دارند. بناهن قرآن کریم میگه که زمانی که از شما کسی در یک مورد شهادت میطلبه، در ادا کردن شهادت صرف شما جانب حق در نظر داشته باشین، اگر چندی که این مورد باعث این شوه که در نهایت ادا کردن شهادت تو ضرر به پدر و به برادر و به اهل فامیلت هم برسه، لیکن از حق شما تجاوز نکنین. در جای دیگری قرآن کریم میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند شما را حکم میکنه ای مسلمین امانت به اهلش بسپارین. بناهن ما در یک مرحله حساس و بسیار خطرناکی مقطع تاریخی خود قرار داریم. اگر خواسته باشیم ارزش های والای دینی، ارزش های والای جهادی و ارزش های داشتن یک کشوری با عزت و با غرور و سربلند که جایگاهی از دست رفته خود را هم در خانواده بین المللی و هم در چوکات امت اسلامی دوباره به دست بیاره، ما صدا می کنیم به همه مسلمان ها و مجاهدین، خواهرها و برادرهای خود که با یک همت استثنایی که قسمی که در دوران جهاد به او شما روی آوردین و همه زحمات و تکالیف و متحمل شدین، یک بار دیگر به خاطر تحقق و آرمان ها و آرزوی هایتان به پای صندوق های رای بروین و استاد عالی قدر و رهبری فرهیخته جهاد و مقاومت را من حیث زعیم مملکت خود انتخاب بکنین. باور داشته باشین که افغانستان در شرایط قرار دارن بدون از اینکه یک رهبری مدبر و توانا این کشتی شکسته و طوفان زده افغانستان را به ساحل نجات رهبری بکنه، جز از استاد هیچ کس این توانمندی را نخواهد داشت، چرا که قدر مراتب یک اصل دینی است. قسمی که حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انزل الناس منازلهم، بناهن با در نظر داشتی قدر مراتب شایسته ترین، اصلح ترین را در چوکات رهنمایی های دین، علم و خرد انتخاب بکنین. از حوصله‌مندی همگی شما جهان سپاس. در یک روز بسیار برف و بارانی با یک حضور بسیار گرم و اما پرشورتان این مجلس تابعیال رهنمایی تابعیال ایم همراهی کردین، از همگی تان جهان سپاس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برادران عزیز لطفاً در جایتان باشین. از جناب مولوی صاحب عبدالوهاب عرفان کاندیدای معاونیت دوم جناب استاد تشکر میکنیم و حالا در ختم محفل امروزی و این مجلس مبارک از جناب استاد عنایت الله بلیغ خطیب مسجد پل خشتی با کمال احترام تقاضا میکنیم که روی استیج تشریف آورده و دعای ختم این مجلس مبارک ان شاء الله با خوانش بگیره. بلیغ صاحب. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخزل من خزل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله ما بر عزت دادن اسلام ایجامدیم، الهی این ملت را به اسلام عزت بدی، الهی این ملت را به اسلام عزت بدی، اسلامی افغانستان به اسلام و اسلام را به افغانستان عزت بدی. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين.